بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو که به فرموده حضرت صادق علیه السلام بزرگترین عید شیعیان هستش. وظیفه ما در برخورد با این عید این هستش که همونطور که حضرت علیه السلام فرمود اون رو بزرگترین عید خودمون بدونیم و بیشترین شادی و بهجت و سرور رو در این روز ابراز بکنیم و روشنایی و بهجت و سرور باید در ما به واسطه این عید ایجاد بشه. گاهی وقتا به ما میگن که فلان روز عید هستش، رسماً اعلام کردن فلان روز عیده. خب حالا مثلا ما تو این روز چیکار میکنیم؟ اون روز تعطیلش میکنن، حالا یک کسی شیرینی میده، یک کسی شام میده، یک کسی شربت میده، یه اکل و شوربی به راه میاندازند و بعد ممکنه شادی هم کنند و ضمناً تبریک هم بگن. اما برای فطرتگرا این کافی نیست. عید یعنی که شما خودت ادراک عید بودن رو بکنی، یعنی در درون خودت این عید اتفاق بیفته. عید یا از عود هست به معنای بازگشت. عید یعنی زمانی است که تو میتونی بازگشت بکنی به حقیقت اولیه خودت و آشتی بکنی. دیدی یه نفر که با یه عزیزی، با یه محبوبی قهر هست بینشون، شکرها پس وقتی که صلح بینشون میفته و آشتی میکنن چقدر شاد هستن. عید یعنی زمانی که بهترین فرصت برای عود تو و بازگشت تو به حقیقت خودت و به معشوق خودت و به بهشت خودت هستش. لذا باید این حس به خود انسان دست بده، خود انسان این رو ادراک بکنه که این وارد این عید شده. یعنی این اثر عمیق بازگشت به معشوق، بازگشت به محبوب، بازگشت به حقیقت اولیه خودمون و آشنا و آشتی کردن با معشوق خودمون رو تو عید باید شخص درک بکنه. شیرینیش باید بیاد ذائقه‌ش و ادراکش بکنه. این میشه عید برای یه نفر. کسی معرفت داره میشه عید. وقتی امام علیه السلام فرمود بزرگترین عید ما این روز هست، خود ما هم باید احساس کنیم که بزرگترین عید ماست. یه فطرتگرا سرمسته توی این عید، هم شبش که مثل امشب هست، هم روزش ادراک خاصی داره از این روز. برای همین هم شما فردا اگه نگاه کرده باشید به اعمال فردا، میبینید که اعمال فردا اعمال عود هست، همون عید، یعنی بازگشته شما رو برمیگردونه به حقیقت اولیه خودتون. فردا اگه کسی روزه بتونه بگیره، مثلا معادل 60 ساله، یعنی یه روز معادل 60 سال، 24 ساعت معادل 60 سال کار میکنه برای ابدیت انسان. 60 سال دنیایی یا توجه داشته باشید، یعنی 24 ساعت معادل 60 ساعت دنیایی از رحم دنیا از کنم خدمت شما میتونه سازندگی داشته باشه برای بعد از تولد شما، یعنی ابدیت. یه روز فردا معادل میلیون ها سال ابدیت برای شما میتونه کار بکنه. این معنای عود هست یا معنای عید، یعنی میتونه اونقدر قدرت داره که میتونه شما رو برگردونه به حالت اولیت. اگه کسی مثلا گناه داشته باشه و 60 سال هم گناه داشته باشه، فردا رو خوب درک بکنه، با معرفت درک بکنه، همه رو میتونه جبران بکنه و خودش رو برگردونه به وضعیت و گذشته رو جبران بکنه، خودش رو برگردونه به وضعیت اولیه خودش، یعنی آشتی با محبوب خودش، آشتی با معشوق خودش. این ما باید ادراک بکنیم. وقتی میگیم ایده هست، نه اینکه حالا مثلا فرض کنیم یه چهار تا جعبه شیرینی بگیریم چراغونی کنیم، اینا خوبه، ثواب هم داره، خیلی هم ثواب داره، شام بدیم نهار بدیم مثلا، نه اصلا این اید باید در درون ما اتفاق بیفته. این بازگشت باید در درون ما اتفاق بیفته و ما با حقیقت اون اید پیوند برقرار بکنیم. این لازم هستش که در درون ما اتفاق بیفته، یعنی خود ما در درونمون از خودم این بازگشت و این تحول به وجود بیاد. با حقیقت قدیر باید آشنا بشیم. حقیقت قدیر عبارت است از امیرالمومنین علیه السلام، ولایت. و وقتی کسی میگیم عید قدیر معادل اینقدر ثواب داره براش،
خوردنش ثواب داره، نوشیدنش ثواب داره، روزهش ثواب داره، یا این نماز رو بخونید، این کار رو بکنید، این غسل رو بکنید، زیارت امینالله بخونید، چه و چه و چه. این باید ما رو متوجه بکنه با همین مبنایی که الان داریم مطالعه میکنیم، این کلاس ها رو میگذرونیم، بفهمونه ما رو که ما در حرکتمون به سمت ابدیت باید تکیگاهمون امیرالمومنین علیه السلام باشه. هیچ کس جز امیرالمومنین نمیتونه کمک ما بکنه. ما به امیرالمومنین علیه السلام احتیاج داریم. فطرتگرا برای پیمودن مسیر قوس صعود و مسیر دنیا تا بی نهایت احتیاج به امیرالمومنین علیه السلام داره. اید یعنی فهم این مسئله و پیوند با حقیقت اید، پیوند با حقیقت قدیر. ببین قدیر چی بوده اصلا؟ من باش پیوند برقرار بکنم. چی بوده؟ اینقدر مهم بوده که خداوند تبارک و تعالی این یه روز معادل کل زحمات های 23 ساله پیغمبر قرار داده. پیغمبر میگه اگه این روز رو بتونی وظیفت رو انجام بدی که هیچ، میپذیریم ازت 23 سال زحمتی که کشیدی. اگر نه همه 23 سال زحمت به هدر رفته. فإن لم تفعل و فما بلغت رسالته. اگه روز قدیر اعلام نکنی، اونی که باید اعلام بکنی، اگه اعلام نکنی فما تفعل رسالته، رسالت الهی رو به جا، فما بلغت رسالته، رسالت الهی رو به جا نیاوردی. یه زحمت 23 سالت هدر میره. بنابراین ما باید بفهمیم که ایده قدیر یعنی چی. یعنی بدون این هیچ چیز درست نیست، بدون این هیچ چیز کامل نیست، بدون این دین دین نیست. اساسا خداوند این دین رو قبول نداره بدون امیرالمومنین علیه السلام دین رو. برای همین وقتی امیرالمومنین علیه السلام منصوب میشه، تازه آیه میاد الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین برای شما تکمیل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو برای شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، تازه امروز من راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه، امروز راضی شدم که اسلام دین باشه. اینو باید ادراکش بکنیم که حقیقتا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. بدون امیرالمومنین امکان نداره کسی بتونه یه حرکت صحیح انسانی، یعنی بدون ولایت در واقع دیگه، بکنه. امکان نداره و موفق متولد بشه به ابدیت همچی چیزی خبری نیستش. برای همینم فرمودن نماز، همه عبادات متکی به نماز هستن، نماز ستون دین، اما خود نماز متکی به چی هست؟ به ولایت هستش. یعنی اگر ولایت کسی نداشته باشه، نمازش هم که ستون هست به درد نمیخوره. نماز ستونه، اما این ستون کجا میخواد برپا بشه؟ یه صفحه میخواد دیگه، یه صفحه محکم میخواد که این ستون روش بذاره. اون صفحه، صفحه چیه؟ صفحه ولایت هستش، اصل و اساسی دیگه. این ادراکات باید صورت بگیره توی ما و ما پیوند عمیق با حقیقت قدیر، یعنی خود امیرالمومنین علیه السلام و ولایت و جایگاه اون بخوریم و بعد بتونیم با امیرالمومنین علیه السلام سرمست باشیم. همونطور که با خداوند مأمور بودیم سرمست باشیم، مأمور هستیم با خود امیرالمومنین علیه السلام سرمست باشیم. یعنی ایده من زمانی است که من بفهمم که بزرگترین دارایی رو دارم، من امیرالمومنین رو دارم. خداوند تبارک و تعالی به من امیرالمومنین رو عطا فرموده. این خیلی مهم است. فطرتگرا غیر از طبیعتگرا، طبیعتگرا وقتی میخواد نعمتهای خدا رو بشموره، مثلا به میزان گاو و گوسفنداش، نمیدونم خونه ای، ساختمونش، غذاش، پول تو بانکش، به این چیزا فکر میکنه. مثلا میگه خب اینا الحمدلله من خدا همه ما داده، ببین خدا چقدر برنج داده، چقدر میوه داده، چقدر گوسفند داده، چقدر مثلا خیار و خربزه داده. یعنی فطرتگرایی نیست. فطرتگرایی چون خودش یه موجود ممتد از طبیعت تا بی نهایت میبینه و نظام فطری اون طرف رو میدونه که اون نظام فطری به چه چیزی احتیاج داره، ادراک میکنه، شهود میکنه که هیچ چیز غیر از امیرالمومنین علیه السلام برای یه فطرت سائر به سمت بی نهایت به درد بخور نیستش. یعنی خوراک اصلی منه، یعنی حیات منه، یعنی قوت روح من هستش امیرالمومنین علیه السلام، ولایتش، محبتش. برای همین خیلی سرمسته از این که امیرالمومنین علیه السلام داره، شاده. بهش نمیگه شاد باش، خودش شاده، خودش از این که امیرالمومنین علیه السلام رو داره و میتونه باش پیوند برقرار بکنه، میتونه باش ارتباط برقرار بکنه، خیلی سرمسته. میفهمه که اگه امیرالمومنین علیه السلام تو زندگیش نبود یعنی چی. اینو خوب میفهمه. میفهمه که اگه اهل بیت نبودن تو زندگی چه جهنمی بود زندگی. میفهمه که خداوند نعمت رو تمام کرده، این یعنی چی؟ خدا کامل کرده نعمت رو، به چشم مثل خدا نگاه میکنه فطرتگرا، چون نظرش با خدا یکی، هم نظره. خدا میگه عالی‌ترین نعمت این هستش که اینو به شما دادم.
فسادگرام هم اینجوری میبینه، این بابان عالی ترین نعمت میبینه، سرمست از اینکه که عالی ترین نعمت رو خدا بهش داده، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی از اینکه بعضی از نعمتهای طبیعی رو نداره، در بعضی از جنبه ها ضعیفه، در بعضی از جنبه ها توان نداره و به دستش نیست، اصلا غصه نمیخوره، چون اون چه که ممکنه خدا به یه انسان بده، بالاترین چیزی که ممکنه خدا من به یه انسان بده، الحمدلله شیعیان دارن. و شیعه باید با این سرمست باشه، باید دلخوش باشه به این که اینو داره. وقتی دلخوش نیست قدرش رو نمیدونه. کسی با داشتن امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام احساس بدبختی میکنه، حتما اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام کوچیک کرده. ولی وقتی مثلا فرض فرمایید که یه ماشین میخره احساس خوشبختی میکنه، اون ماشین بزرگتر از امیرالمومنین علیه السلام میدونه، بزرگتر از نعمت ولایت و اهل بیت علیه السلام میدونه. شما باید دسته بین هستش که عالی ترین لذت زندگیتون چیه. لذت نهایی هر کس شأن اون شخص رو نشون میده. لذت نهایی یعنی لذتی که وقتی باهاش هستی سرمست سرمستی، عالی ترین لذت زندگیته. وقتی داریش احساس غنا میکنی، وقتی داریش شادی، وقتی داریش چیز دیگه ای آرزو نمیکنی. بچه رو دیدید؟ بچه وقتی که خیلی چیزا رو ممکنه بخواد، اما وقتی که میچسته به پستان مادرش از همه چی غافل است. عالی ترین لذت یه نوزاد چیه؟ که به سینه مادر بچسبه، هم شیر بخوره، هم از گرمای بدن مادر ارضای عاطفی بشه، از نوازش مادر، از قیافه مهربان مادر ارضای عاطفی بشه. این شیرین ترین چیز هست برای یه بچه. اگر کسی ولایت بالاترین نعمتش باشه، وقتی با ولایت هست خیلی سرمسته. شما بسیاری از این شعرهایی که خونده شده تو دیوانها نگاه کنید، در مورد اهل بیت علیه السلام نوشته که شاعر دیگه خیلی بدمستی کرده اینا رو نوشته، خیلی دیگه سر حال بوده اینا رو نوشته. باید دقت کنید که این محصول یه همچین کاری هست، محصول کار عقلی نیست، محصول جلسات علمی نیست که مثلا بشینیم این کار رو بکنیم بعد یه نفر مثلا بشینه راجع امیرالمومنین اونجوری شعر بگه، راجع سید شهدا اونجوری بگه، راجع امام زمان اونجوری بگه. نه، اونا محصول عشقه، محصول این هستش که شخص دیده امام زمان رو، ادراکش میکنه، میفهمه امیرالمومنین یعنی چی، مست میکنه از این نعمت و بعد میشینه شعر مینویسه در متن امیرالمومنین علیه السلام، در متن رسول الله، در متن خاندان عصمت و طهارت علیه السلام. این ادراک توأم با شعور و توأم با عشق و محبت هستش. اگر امام زمان عالی ترین نعمتت هست، خوش به حالت. یعنی وقتی میتونی باش حال بکنی، وقتی احساس یه جا خلا ممکنه تو رو بگیره، یه جا اذیت ممکنه بشه، یه کسی دورت بزنه، یه جا هجومی بهت بیارن، میتونی با این خودت آروم کنی، خوش به حالت، چون با عالی ترین چیز و حقیقی ترین چیز خودت آروم کردی. بقیه چیزایی که تو با خودت تو مشکلات آروم میکنی همه سراب هستن، همه سراب. یکی تو میره سیگار میکشه، یکی کسی میره تریاک میکشه، یکی کسی تلویزیون نگاه میکنه، یکی کسی موسیقی گوش میکنه، یک کسی آدامس میخوره، یک کسی میگه قرص خواب آور میخوره بیخوابه، یک کسی مثلا پناه میبره به یه آقای دیگه، یک کسی میره مثلا با یه نفر حرف بزنه تخلیه بشه. نه، وقتی تو میدونی امام زمانو داری، امام حیات هست، امیرالمومنین علیه السلامو داری، سید الشهدا علیه السلامو داری، امام رضا رو داری و این عالی ترین ثروت توست، بالاترین دارایی توست و باهاش سرمستی، باهاش دلخوشی تو میونه انسانها، تازه برد کردی. چون انسان ها همه از نظر دارایی یکی نیستن. بعضی ها هستن که خیلی چیزا رو ندارن. الان چون خیلی از انسان ها هستن که آدمایی هستن که سواد ندارن. من برد سازایی میشناسم تو این تهران، برد ساز، میلیاردر هستن. خیلی میلیاردها میلیارد ثروت دارن. این سواد نداره. ولی از این سواد نداشتن رنج زیادی نمیبره، چون پول از پاروش بالا میره. امضا نمیتونه بکنه. یه امضا. ولی این پول سرپا نگرش داشته. یعنی بچه سوسولا و بچه پول دارایی که مثلا فرض کنیم باباشون ثروتمند هستن، درس نمیخونن، میگم او چی میره زیر بار زحمت معلم بشم درس بخونم، دیپلم بگیرم، برم دانشگاه، برم چی شدم، همین بابا هست، بس دیگه بابا داره میخوریم. از اول میچستن به بابای، از قبل بابای میخورن یه سره، باباش دل خوشه. یه وقتی فشار بیاد بهش، مشکلات بیاد فشار بیاره بهش، زندگی بخواد بهش فشار بیاره، فشاری که خیلی از جوانا رو له میکنه، این نه، میگه من بابا رو داری عشق هست، بابام داره،
این سواد داره؟ نه سواد نداره. چقدر از 5 کلاس سواد داره؟ خب حالا رفته خواستگاری مثلا یه خانم دکتر. آخه مثلا بنده می‌خواستم به عنوان یه کارگر زاده 5 کلاس سواد داشتم برم خواستگاری خانم دکتر، خودم قبول نداشتم، می‌ترسیدم خودم می‌خواستم یه خانم دکتر بگم مثلا اومدم خواستگاریت مثلا اونم یه قولا تو چقدر سواد داری مثلا 5 کلاس سواد داره. مثلا کارت چی؟ هنوز فعلا بیکارم، دارم تلاش می‌کنم توی روزنامه‌ها دارم می‌گردم ببینم کاری پیدا می‌کنم یا نه. آره همینجا نگاه که بکنه ما سوس میشیم. ولی مثلا فرض کنید بعضی همینجوری پا میشن میرن اونجا، پاشون همینجوری میذارن رو پاشون رو میز خانم دکتر جوری میشن لم میدن. آقا ما خواسته داری. خب چی داری؟ سواد چقدر خوندی؟ 5 کلاس. خب چی داری؟ 5 تا ویزا دارم، 10 تا ماشین خارجی دارم، یه دونه مثلا پاساژ تو دبی دارم. میبینه میتونه حرف بزنه دیگه. من دیدم خیلی خانم دکترها و خانمایی که تحصیلات عالی دارن با یه آقای ازدواج کردن که فقط پول داره، نه شعور داره، نه معرفت داره، نه سواد داره، نه هیچ، فقط پول داره، ولی حاضر شده با اون ازدواج کنه. این داراییه دیگه، دل خوش کردن. این یعنی تو فشارها دلتو خوش میکنی، به شجاعت پیدا میکنی، پشتت گرمه، میری جلو، فشار راحت. نمیگی من الان 5 کلاس سواد دارم جرأت ندارم بدم خواستگاری چه بگم به این طرفه بلرزه دستت. نه میگی اگه گفت سواد، میگم شما تو کلاس سواد چی کار کردی؟ حالا مثلا به سلامتی دکتری مملکت هستی، یه جور کفش نمیتونی برای خود بخری، گرفتاری حرفا کنه با درس درست میشد که همه چی با درس درست نمیشه که. این همه لیسانس بیکار، دکتری بیکار، تو خیابون دارم میگردم حرف بلدم بزنم، اینجوری حرف میزنم به طرف میگم آره. یعنی پشتیبانی. امیرالمومنین علیه السلام، سید شهدا علیه السلام، ائمه علیهم السلام، یعنی این وقتی دلخوشی، یعنی وقتی فشار بهت میاد، بعضیا دارایی‌های خودشو به رخت میکشن، یه جایی داری کم میاری، یه جایی مثلا بعضیا علکی خوشی دارن میکنن، بعضیا میخوان تحقیرت کنن، بعضیا میخوان بهت بگن امولی، بعضیا میخوان بگن که ای بابا اینم دلش خوش متدینه، اینم چقدر آدم گیجی هستش، الان رفته کلش داغه مثلا نماز میخونه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. این قاعده است، قرآن میفرماید طبیعت گرا همیشه متدین مسخره میکنن، فاسدا به دینا، فاسقا بچه زولا رو مسخره میکنن. این قاعده است، اگه اومدی تو این راه بعد پی مسخره شدن به تنت مالی خیلی مسخره میکنن. هی اینو کن تصویر دستشه، یکی ریش گذاشته، یکی مثلا انگشتر دستش کرده، از همه جا ایراد میگیرن، به همه چیز مسخره میکنن، همه جا تحقیرت میکنن. این قاعده است. اما تو چی؟ تو وقتی که امیرالمومنین علیه السلام داری، بقیه رو خیلی ریز می‌بینی. تو کسی نمیتونه به تو مسخره کنه. مسخره کنه مثلا مثل اینکه یه بچه کوچولو که باید این حرف بزنه، چهار تا حرف اشتباهی هم به تو میزنه، تو به دلت نمیگیری اصلا. میگه خب باید حرف بزنه. هم ریز می‌بینی وقتی با هم تکیه به امیرالمومنین علیه السلام هست، کسی نمیتونه تو رو خوردت بکنه، شخصیت تو. اصلا تحقیر نمی‌شی. یه جایی که می‌خوای حرف بزنی، دستات نمی‌لرزه که مثلا آقا این نوارو خاموش کن. ببخشید، معذرت می‌خوام. نوارو خاموش می‌کنی یا نه؟ مثلا اونم بگه چی گفتی؟ هیچ، آقا معذرت، مثلا حرف نزن. به ترسی نه، پشتت به خداست. و ایای فرحبون. قرآن نگاه کنید چقدر جالب میگه. همه هم فقط باید به ترسی. هیچ که حساب ندارید. وقتی هم پشتم به سید و شهداست، کسی رو تحویل نمیگیره. بسیجی خودمون یادم رفته. گفتم آمریکا اومده بمب اتم میزنه، شوروی اومده اسلحه شده به عراق، کشور خلیج فارس گفته. اصلا هر چی میگفتن این بیشتر ریز میشدن اونجا جلوی این. یه پیشونی بند که میبست روی پیشونیش، یا زهرا، میبستش تموم بود. میبست روی پیشونیش یا زهرا. کس میتونست جلوی اینو بگیره تو عملیات؟ کس میتونست جلوی اینو بگیره؟ یه یا حسین میگفتن، یعنی 10 تا عراقی با یا حسین سکته کرد. ما با چش خودمون دیدیم و ما زمان امیرالمومنین علیه السلام شنیده بودیم که حضرت یه موقعی بهش گفتن آقا این فرمانده لشکر اینا چرا مردن؟ تیر دیدن جای تیر تو بدنش به جای شمش. حضرت گفت من تا گفتم الله اکبر اینا مردن، از صدای تکبیر من مردن. اونجا مثلا بچه‌ها میگفتن یا حسین یا مهدی، یعنی در رفت دراز شدن سکته میکردن. اصلا یا مهدی اسلحه دستش هست، ما رو داره نشونه میگیره. من خودم قشنگ یادمه، طرف تک تیر انداز پشت اسلحه دوربین دار نشونه گرفته، سکته کرده پشت اسلحه.
تو خط اسرائیلیا، بچهای ما تو لبنان رفتن، شب رفتن تو خط اسرائیلیا، رو تانکای اسرائیلیا، تو خود خط اسرائیلیا عکسای امامو قشنگ خیلی مؤدبانه چسبوندن و اومدن با اسرائیل کار نشدن. صبح داشتن نگاه می‌کردن، میگفتن ما نگاه می‌کردیم با دور این اسرائیل میرن تانک عکسا رو می‌دیدن فرار می‌کردن. یعنی نه که من بکنم عکس فهم، یه عکس اینجا است، عکس چی اینجا هست امام در می‌رفتن. این هیبت، این پشت به خداست، کسی نمی‌ترسه، نه اسلحه، نه بزرگی لشکر، نه تعداد، نه تکنولوژی، نه قدرت بدنی دشمن میتونه کاری با تو بکنه. اصلا کسی اینا رو حساب نمیکنه، این حرفا رو اصلا تحویل نمیگیره کسی. مثلا بچه بسیجی میرفت 13 سالش رفت، میبینی مثلا 15 تا گردن کلفت عراقی 2 متر، این سودانی ها بودن بعضی هاشون، 2 متر 2 متر و نیم قد داشتن، اینجوری میزد تو سر بسیجی با همون اصلش میرفت تو زمین. ولی کی جرأت داشت؟ همه از ترس تششون میتونه. یه وقعی مثلا من خودم میرفتم مثلا تو خط میدم، مثلا یا عالم عراقی همه دارن اینجوری دارن میان با ذلت دارن میان، بعد جواب اصلاهاشون هم باهاشون بود، مثلا بسیجی بود اصلاهاتو میدون دوشتون من حال ندارم اینو بیارم بعد دلیل اصلاح همه کی بود؟ یه پسر 13 ساله یه دونه مو هم صورتش نیست، یه دونه اصلاح اینجوری گرفته در تخمه میشن و میاد هیچ، اینا اصلاح گرفت. همه زنگل خدایگانش اینجا بود، فرمانده تو خط فرمانده بهش تیر خورد، فرماندهمون خیلی پاش آشوله شد. گفت من اصلا ندارم برای اینجا، اصلا میخوام اصلا میخوام. رفت با نعره اینجوری از عراقی ها رو با پشت اصلا تو خط داشتن عراقی ها تیراندازی گرفت، اینجا پشت گرفتشون با اصلا بردشون. گفت بیان اصلا. یا آقای بود مثلا حدود شاید 35-6 سالش، مهران، رفت بود اسیر بگیره، چیز نداشت، اسلحه نداشه اسیر بگیره، رسول تو خط عراقی داد زده بود، گفت یه داد زدم همه اسلحه برای پایین دست شدن بود. این یعنی چی؟ یعنی من به یه جای محکم هستم که مثلا هیچ چیز ظاهری نمیتونه بیاد منو خورد بکنه. اصلا مانه یعنی چی؟ میدونمی یعنی چی؟ مثلا یه کسی میدونمی بیاد مثلا جلو ما بگیر، مثلا عراقی دوربین دید در شب دارم، کسی برشون مهم نبود که عراقی دارم میبیننشون، میگفتن یه وجه الله میخوام نمیبینن دید. و جلنا میخوندن نمیدن 18 کیلومتر در دید داشته باشه دوربین، ولی میگفت من خب من و جلنا میخوام نواد ببینم منو دیگه، خدا گفته نمیبینه ما میرفت اینجا نمیدید. این که یه خاطره نیست من برای شما تعریف کنم، اینو توی شما الان ده ها نفر هستن که اینو گذروندن اینجا تو منطقه بوده، برای همه بوده، اتفاق بوده، اینقدر که شما صدها جلد کتاب نوشته شده با اسم و آدرس و تاریخ همه چی. این دلخوشی به امیرالمومنین علیه السلام یعنی این، یعنی وقتی من اصلا امیرالمومنین علیه السلام با هم هست تو جبهه و میدونم که الان دارم دستامو میارم به شمشیرم، خود امام زمان هم همراهم داره شمشیر میزنه، از چی بترسم؟ از چی بترسم؟ از کی حساب ببرم؟ تو بقیه محرم اون جنگش بود، اون جنگش بود. اصلا بچه های نواخر اینقدر سرمست شده بودن نمیتونم ایراد بگیری بهشون. سن گفتش که یه چطوری پاش میکرد با یه زیر شبایی پیانش تنش میکرد، یعنی یا شبا کردی یا زیر شبایی، این که بشتر میاد جفه گفت این عراقی عددی نیستم براش من شبا بپوشم، یا مثلا فرض فرمونی اصله دستم زورم میاد یک کلاش 4 کیلویی بردارم اونجا، من اصلا بدم میاد تیر بزنم، پس کردنی فقط میخوام بزنم. واقعش هم همین جوری بود، یعنی میومد اونجا میدونست دشمنی که جلوش هست اسلحه داره ها، ولی میدونست این اصلی نمیتونه در مقابل اسلحه رو به کار بگیره، میرفت با پسگردنی میزد اینا رو میگرفت. اصلا مسخره کرده بودن دنیا رو، مسخره کردن تکنولوژی دنیا، 18-19 تو کشور جمع شدن، خود اونا الان خجالت درشو بستن، هیچی نمیگن، به روشون نمیارن. کجای دنیا تا باقا صاحب داشته چند تا اول قدرت اینجوری پاشن بیان جلو به یک کشوری که نیروی نظامی نداره، نیروی نظامی متخصص نداره، به سختی اون نیروی نظامی متخصص گردانده اصلی که رفته بودن، خود آمریکایی رفته بودن، خیلی از سران ارتش رفته بودن، به تو دا بچه از بوله متخصص تو سطح ارتش باقی موندن دیگه، بچه های سپاه و بسیجوره که تخصص نداشتن، لااقل کم بود توشون آدم متخصص. اگرم بودن تو بچه های سپاه آدم متخصص، ارتشیای خودمون بودن که رفته بودن توی سپاه سپاهی شد، شاید کلاه دوز مثل خیلی کسایی دیگه بودن که اینا ارتشی بودن، مثلا توی بسیج مثلا توی سپاه ساختار سپاه رو شکل داده بودن، نیروی متخصص اینجوری نظامی هم داشتیم. ولی مسخره کردن دنیا رو واقعا،
واقعا مسخره کردن، نه تکنولوژی نه. یه موقعی به ما گفتن که آقا تانک T-72 بردن دیگه، شما بسیج رو که این همه مثلا با RPG میزدید مثلا رسم شده بود، همه دنیا هم دیگه فهمیده بودن که اینا مثلا بی ترمزن، کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. مثلا یکی از شکارهایی که تو جنگ رسم شده بود شکار تانک بود، 600 دستگاه تانک توی عملیات. اصلا مغزای نظامی حالا، دانشکده های جنگی حالا نمیتونه هم چیزی بپذیره 600 دستگاه تانک بزنه. دیگه اصلا مونده بودن چیکار کنن با این بسیج. روس شوروی اومد گفتش من این تانکای میدم بهتون T-72 که RPG بهش اثر نمیکنه. وقتی میجا دیگه هیچ فایده ای نداشت. خب بچه‌ها واسه چیکار می‌خواستن کنن؟ تانک اومده بود. من خودم جنگ تنبتن با راننده های اینا داشتم. چند بار درگیر شدم. بعد چیکار می‌خواستیم بکنیم با یه دونه مثلا تانکی که RPG بهش اثر نمیکنه؟ بچه واسه جو RPG اون موقع 7000 تومان می‌خواستم بزنم. اینا دی RPG نه نارنجای کوچولو می‌خوام اینا خانتوش می‌کشتن طرف. اینا دیگه بیشتر ترسیده بودن، یعنی گفتن عجب غلطی کردیم، کاش همون تانک ها رو میبردیم که RPG در اقلش اثر میشه. این تانک ها رو آورده بودن، بچه بسیجی ها میدویدن میرفتن با روش شنی میفتن بالا در باز میگن عجب میرفتن ترشون میبستن تمام. یعنی خرج خیلی کمتر. این برادرمون شاید اده زیادی شما بشرسی، برادرمون محمد رضایی آیا ابراهیم باید بشرسی بچه محله شاید پاشم قطع محاصره افتادیم ما تو محاصره نیروهای عراقی. خیلی درگیر شدیم، تقریبا تنبتن شدیم با یه تعدادی مثلا شاید 100 تایی، ما 5 نفر بودیم اونا 100 تایی بودن، درگیر شدیم خلاص بزن بزن. بعد از که دیگه آب از آسیاب خوابید و یه وقت آروم شد این درگیری ما، یه نفر مجروح شده بود، ما یه مجروح دادیم، اونا هم خیلی کشته داده بودن، درگیرشون هم فرار کردن. ببین میخوام بگم که چجوری آدم وقتی پشتش به گرمه یعنی چی؟ میخوام بگم تو زندگی ما، تو زندگی اون جنگ بود، تو صحنه‌های الان هم باید همینجوری باشه. یه تانک حمله کرد به ما، من بودم و رضایی، گمم شده بودیم نمی‌دونیم کجایی، مثلا تو عراقیم تو ایرانیم هیچ دونم نیست. رضایی نارنجه بود کشید دنبال تانکه، تانکه داشت میومد طرف این، یعنی به طرف تانکه میدهید، تانکه ترمز کرد دور زد فرار کرد. نمیتونه واسه جوره این فهمید این دازده دسته شاید بیاد بالا روی شن این کار تمامه دیگه. فرار کردن، یک کسی از یه جایی تیر زد به دسته. آها این تازه مثلا نارنجه دستش بود، خب نارنجه حالا کشیدی مثلا بندازشون و منفجر میشه دیگه، حالا اونم که فرار کرد وای گیر داده به من آقا اسراف وایس بگردیم فیلمش پیدا بکنیم این ما ولش نکنیم. گفت ما تاریکی گفت نه حالا بیا شما توکل به خدا بگردیم پیمه رو برگه بگیم پیدا کنیم. تو دردشون گشتیم یه ذره دست تو بیابون تیمو پیدا کردیم. گو حالا پیدا کنم الان میزنم. اومد بزنه با تیر زدنش دانجا گیرش. دویدیم اون طرف. ببین جوونی که اینجوری هست. خوب دقت بکنید. منفجر شده افتاد و من دیدم که یه دودی بلند شد و یکی داره میگه یا زهرا. ببین خوب دقت کنید. کسی بتونه اونجا یا زهرا بگه شب اول قبل خیلی راحت جلو نکیرن میتونه یا زهرا بگه. مثلا نکیرن چه جرأتی دارن بیان طرف این؟ من میتونم بیان ازش سوال بکنم. من همه این سوالا رو جهه جواب دادم. چی اصلا میتونه بیاد از این سوال بکنه که مثلا من رد بک مسخره است؟ میگه اگه راست میگی من به شما خداشناسی یاد بدم، من امام حسین رو شما معرفی میکنم. یا زهرا بعد حالا ما رفتیم لطف خدا گانسومانش کردیم و کلش کردیم و هیچ کس نمیتونه له بکنه آدمو، هیچ کس نمیتونه مسخره بکنه آدمو، هیچ کس نمیتونه تحقیر بکنه. ممکن است کسی حرف مسخره آمیز تحقیر آمیز بزنه ولی آدم تحقیر نمیشه، چون با اینا میپره، با بزرگا میپره. دیگه آرزو نمیکنه ای کاش این فلانی به من یه سلام بده، چرا من سلام کردم جواب سلام منو نداد؟ میشه من با فلانی رفیق بشم؟ هی التماس و گدایی عاطفه از اینو نمیکنه. هیچ کس که دایی عاطفه نمی کنه. دلخوشی یعنی این، عید یعنی این. بگو من با امام حسین علیه السلام رفاقت دارم، من با امیرالمومنین علیه السلام رفاقت دارم، من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها، من اهل بیت علیه السلام رو دارم، من زیارت این، عید یعنی این.
بگو من با امام حسین علیه السلام رفاقت دارم، من با امیرالمومنین علیه السلام رفاقت دارم، من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها، من اهل بیت علیه السلام رو دارم، من زیارتی نمی کنم، سید شهدا مجلسش رو میده، رفت آمد دارم، با ابوالفضل رفیقم، علی اکبر رو دارم، من این همه شخصیت برجسته گیردار کی باشم؟ کی اصلا میخوام با من رفیق مثلا حالا من قال بذاره؟ خیلی از رفقا من دیدم بچهای جوان به خصوص جوان تو دانشگاه یا جاهای دیگه مشغول میشن، زود میفتن گیر رفیق بازی، بعد میان مراجعه میکنن، من به نفر دوست دارم من تحویل نمیگیرم، اذیت میشم. نباید اینجوری باشه، دوست دارم تحویل نمیگیره یعنی چی؟ اصلا احتیاج نداره به کسی که بخواد تحویل اون بگیره. چه احتیاج داره کسی بخواد ما تحویل بگیره؟ خیلی تحویل نمیگیره، اصلا دوست خیلی رفیقشم، من خیلی بهش توجه میکنم، زیاد من توجه نمیکنم. خب تو خودت نمیشناسی، اگه بشناسی کر پیدا نمیکنی. آدم باید با همه رفیق باشه، با همه جونجونی و دوست باشه، اما هیچ دیگه قالش نذاره، یعنی اینجوری نره تو با کسی یه جوری پیوند برقرار کنه که طرف فردا خیمه رو کشید تو بیفتی زمین، نه کشید خداحافظ، خدا رحمتت کنه، خداحافظ، من توی نمیشه اصلا. داشتن اهل بیت به عنوان رفیق یعنی تو زندگی با کسی ما با فاطمه زهرا باشه سلام الله علیها، فاطمه زهرا برش دعا بکنه، این کی میتونه تحقیر بکنه؟ آدم تشنه چه کسی هست واقعا؟ آتش فلان کارگردان من رفتم انقدر ذلت کشیدم تحویلم بگیره مثلا چای واقعا بخور، خاک بر سر انقدر خودتو کوچیک کردی. خب کسی با امام زمان رفیقه که نمیره التماس فلان مثلا هنر پیشه رو کنه یا فلان ورزش کار بکنه یه امضا من بده، آقا تو میخوای چی بگیری از این امضا؟ شرافت میخوای بگیری؟ خودتو کوچیک کردی تو عزیز من، خودتو کوچیک کردی. عید قدیر یعنی عیدی که من به خاطر داشتن عالی ترین موجودات خدا و اینکه با اینا رفیقم و اینکه دوستم دارم و اینکه خداوند اجازه دوستشون داشته باشم و اجازه داده باهاشون حرف بزنم هر وقت میخوام، هر وقت میخوام به دیدارشون برم، ملاقاتشون بکنم، از این شاد باشم از اینکه خدا اینا به من داده، کیف کنم. اگه میخوام سور بدم، سور بدم به افتخار امیرالمومنین، اگه میخوام شربت بدم، نوشابه بدم رفیقام بخورن، میخوام دعوت کنم یکی چوری جواب بخورن، میخوام ببرمشون پارک، میخوام نمیدونم دعوتشون کنم یه مشهد، میخوام یه بساتی، می، مطربی، خلاص راه بندازیم، کیفمون از اون بشه. که من اینم انقدر از اول منو دوست داشتن و عزیز خواستن منو، انقدر منو عزیز خواستن که از اول منو روی قله گذاشتن که دیگه کسی دستش نمیرسه بخواد منو ذلیل بکنه یا کار بکنه یا توهین بکنه، کسی اصلا دستش نمیرسه. از اول خداوند به واسطه اهل بیت علیهم السلام ما رو عزیز کرده، از اول با داشتن اینا ما عزیز متولد شدیم، ما با شخصیت متولد شدیم. توی ما هم با شخصیت تر کسی سر رفاقت بیشتری با اینو داره، بزرگتر کسی سر رفاقت بیشتری با اونو داره. بکم طرف قشنگ این جامعه کبیره، بکم اخرجن الله من الظل و فرج الله قبلات الکروب انقذنا من شفا جرف الحلکات انقذنا من و من النار. خدا به وسیله شما ما رو از ذلت خارج کرده، تا که امیرمون علیه السلام نداره ذلیله، بدبخت خاره، یه سر تو سری خوره، یه سر تحقیر میشه، فرانی تحویلش نمیگیره، خورد میشه، مطالعه میشه، فرانی بهش سلام نمیکنه، فرانی بهش جواب منفی میده، همین فلان کس راش نمیده، یکی دعوتش نمیکنه، خورد میشه. اما کسی که با این رفت آمد داره عزیز اصلا خورد نمیشه. من فامیلان به من ترک کردن، منو گفتن که چون این مثلا بچه از بلده یه فرم میلیون تا این فامیلان بیام برم، این که مگسی اینجا اومده رفته، نه اومدنشون میفهمیدیم نه رفته میشون. فنانه گفته دیگه خونه ما نیا. آقا لطف فرمودید، گفته وقت ما گرامی تر از این حرف هست، که گفته خدا خیرت بده گفته خونت نیا. نه که وقتی گفت فلانی گفته خونت نیای بشینیم بزنیم سر خودمون آه مثلا چی شد. فلانی گفته من دیگه خونت نمیام،
وقتی با اشراف و بزرگا میپره، عرازل و اواز چیکار میتونن با آدم بکنه؟ علی اکبر، اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن. یه رفیقی مثل عباس، اول فضل عباس علیه السلام، اون رفیق اینجوری داره سانان عباس، رفیقایی اینجوری خود اهل بیت علیه السلام. یه عرازل و باش چکار میتونم با آدم بکنم؟ یه باش آدم های پس، یه باش آدم های شد هیچ حیات انسانی ندارم، از فطرت تویی هستم، سراتای زندگیش رو جمع کنی، یه جماد هست یا یه حیوان هست یا یه نباته، یه مثلا فرض فهم چیکار میخواد برای من بکنه؟ داره تر اگه مثلا داره در فلان حادثه اتفاق افتاده باشه، دلخوشم باشه، مستم با شما، عزیز شعر نوشته در عشق ولایت، با مدعی نگویید اسرار عشق و هستی، تا بی خبر بمیرم در درد خود پرستی، با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش، بیماری اندر این ره خوشتر ز تندرستی. خیلی متشکرم از چیزی که عزیزم دارد. وقتی میگیم ایده سه، ایده قدید، یعنی باید اینجوری دل خوش بشه. اید یعنی این، یعنی جمع شیم دور هم دیگه، شاد باشیم به این که امیران مرسان داریم. مجالس زیادی هم سر کشور هزاران جوان میشینن، صدها هزار جوان میشینن، کف میزنن از شادی، شعر میخونن، ترانه میخونن برای اهل بیت علیه السلام. عالیه. ما اگه برای اهل بیت غزل نخونیم، ترانه نخونیم، شاد نباشیم، برای کی ترانه بخونیم؟ ترانه باید برای اینا خون دیگه، باید برای اینا ترانه خون، باید برای اینا بدمستی کرد، باید برای اینا شاد بود، باید برای اینا کف زد. اگه میخواییم بالا پایین بپریم، ذوق بکنیم، برای اینا باید ذوق بکنیم. شاد، خدای شادم، میپرم بالا پایین، کف میزنم، عربده میکشم، قهقه مستانه میزنم از اینکه امیرالمومنین علیه السلام رو دارم، از اینکه سید الشهدا رو دارم. الان که نمیفهمیم، خدا کنه الان بفهمیم، ندونم بعد از مرگ اون وقت بفهمیم زشت میشه. ما بفهمیم که اینا کی بودن و بعد ما چیکار کردیم تو رفاقت، خیلی بد میشه. خدا کنه الان بفهمیم و از رفاقت شروع کنیم. معرفت یعنی این، به خصوص قبل از ظهور آدم بفهمه از الان رفاقت برقرار. یه دعایی داره در دعای علقمه. این دعای علقمه دعای خیلی طوفانی و عجیبی هست، دعای آتشی و تندی هست بعد از زیاد آشو باشه. خطاب به پیغمبر و امیرالمومنین هست، خطاب به سید الشهدا هستش. میگه آقا من زمانی اومدم با شما رفیق شدم که خیلی از مردم روی برگردن از شما، من الان با شما رفیق، شما بیروتون اما برنگردید. هنرم همین هستش، رفاقت اینجوری خوبه دیگه. به موضوع میبینه یه جوانی باش رفاقت میکنه، خب هزار تا جوان مثل این الان اصلا یه بارم توفیق ندارم تا آخر عمرش مثل امام زمانو بیارم یا یه ثانیه فکر کنم به امام زمان، اصلا به قول من تو گروه خونشون نیست. بعد میبینی یه جوان فرصت داره عشق ورزی کنه با امام زمان، اون خیلی اشرافیه که راش دادن بتونه بیاد تو این حرم که هر کسی زانه میدن، کسی بیاد با امیرالمومنین علیه السلام اونس بشه، کسی بیاد برای علی اکبر ترانه بخونه، شعر بخونه، مرثیه بخونه، مولودی بخونه، جشن بگیره. این جوانای عزیزی که مداحی میکنن جلو چشم من خیلی بزرگن عزیزان مداح، چون یه در این مداح عوض خودش عشق و حال کرده، خودش سوخته و جیگر اینم داره که داد بزنه عاشق. یه بره پاپ بخونه، ایشونه پاپ بخونه مثلا تا این اون دنبالش باشن و دنبال این نیست، نه میره برای امیرالمومنین علیه السلام میخونه، میره برای حضرت رضا میخونه، میره بدمستی هاشو. شما به سهرهای سهرها کلت فرق نمی کنه که تابستون زمستون سهرها برید حرم امام رضا علیه السلام،
این جوانی که تو عنفوان جوانی اوج شهوت و حساسیت و غلیان هست، اونجا اومده جلو و اومده وایساده ساعت دو نصف شب نشسته روی زمین مسجد گوهرشاد داره برای امام رضا میخونه، داره برای امام زمان میخونه. برو جمع کرام میبینی که اوه چقدر جوانای بدمست هستن اونجا. جوانی ندارن میکنن دیگه، جوانی کردن یعنی همین، اشغال کردن یعنی همین. جوانایی که در یاد گرفتن بدمستی و عیش و نوش و کریافی عیاشی رو یاد گرفتن، فهمیدن کجا باید برن، میخونه ها رو پیدا کردن، مطرب خونه ها رو پیدا کردن، ساقی رو پیدا کردن، فهمیدن کجا باید بدمستی کنن. نشسته اونجا تو اون بیابونی سبستون سرد یک نجوایی ما زمان داری کنه، یه نجوایی داری با ما زمان. این برای امام رضا علیه السلام چقدر غزلای عاشقانه، این از کجا اومده این همه غزلای عاشقانه؟ یه دیوان شعر برای علی اصغر علیه السلام، خیلی عشق میخواد دیگه، خیلی عشق. قربونه کبوتر آقای حرمان، قربونه لطف صفا کرمان، یک کجا در میاد؟ شاد باشید عزیزان من، یاد باید بگیریم به این دارایی هایی که الان خدا به ما داده لذت ببریم ازش و شاد باشیم، شعر بخونیم براش، غزل بخونیم، ترانه بخونیم، حال بکنیم، لذت ببریم، جشن بگیریم، دلگرم باشیم. شب عملیات داره خشاب میذاره میگه این برای علی اصغر. خب یه رفیق علی اصغر نماشی نمیده جوری بگه که این برای علی اکبر، این برای رقیه، این برای اول فرد، این برای حضرت زینب، این برای حضرت زهرا. رفاقت تیرم که میخوره میبینی که آخ نمیدونم ننه جون سوختم، این حرفا نیست. آیم داد گربی به دادم درست نیست. نالش با حسینه، نالش با حسین، حسین جا، حسین جا، حسین جا تا شهیدی. این بدمستیه عشق. ما این میگذره، این جوانی، این عمرم میگذره تموم میشه، برزخی هم هست، قیامتی هم، بعدا میسوزیم که اینجا اشغال نکردیم، بعدا میسوزیم. اونجا ممکنه سید شوهر ما دعوت کنه تو خونشون مهمونی بده، ما هم شرف یاب بشیم، ولی باخت باشه. اونجا هم که بریم میفهمیم ای کاش تو دنیا باش اشغال بکرده، کاش اینجا تو این میخونه هایی که درست کرده بودن میرفتی، اینجا با امام حسین حال باید کرد، اینجا با اهل بیت باید رفیق بود، باید شاد باشی براشون، شاد. این همه طبیعت گراها دارن برای معشوقای طبیعت گراشون آهنگ میسازن، ترانه میسازن. ما برای امیر المومنین علیه السلام آهنگسازمون آهنگ بسازه، برای امام رضا آهنگسازمون آهنگ بسازه، خواننده‌مون برای امام رضا بخونه، نوازنده‌مون برای امام رضا بزنه، شادیمون با اون باشه. نشیم به جایی که با اینا رو خدا باشه برای رفاقتت. اون جلسه توضیح دادم، تو وقت مرده توضیح دادم براتون. شما نگاه کنید خداوند تبارک و تعالی به عنوان خالق فطرت و خالق انسان‌ها رو برای مقامی آفریده که خودش توش قرار داره، یعنی همه مثل خودش بشن. میگه تو رو خلق کردم تا عبادت بکنی، تا مثل من بشی، مثل من خدا بشی. چقدر بزرگ دیده ما رو خدا، و این خدایی که ما رو اینجوری بزرگ میبینه و اینجوری دوستمون داره، باید بهش بگی خدا تو چی رو برای من بهترین چیز میدونی؟
بالاترین نعمت بهترین چیز چی میدونه؟ خدا چی جواب میده؟ میگه من بهترین چیزی که برای تو میدونم این است که تو با رفیقای من رفیقشی صفا کن. بذار شما تو نماز، گفتم اون هفته، تو نماز که واجبم هست، ستون دینم هست، سخن از اولین خواسته انسان عشق. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی صراط الذین انعمت علیهم. عشق وقتی با میشه سر نماز حواست باشه خدا برات اینو خواسته، هیچ نزنی جای دیگه، برو تو جهنم، برو تو بهش، ول کن اینا، نه هم جهنمو ولش کنم بهش تو بچسب به این، این زودتر تو رو میرسونه به مقصد و زودتر هم پاکت میکنه. بچسب به این، یا که نعبد و یا که نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم کیا بودن؟ الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. چهار دسته رفیقای شما است و حسن اولئک رفیقا. اسم قشنگم داره. خدا اسم خودشو گذاشت. تو یکی از اسامی خدا رفیقه. رفیق. یکی از اسمای خداست. رفیق خدا. یا رفیق من، یا رفیق الله. چه رفیق کسایی که رفیق ندارن. خوش به حال کسایی بی رفیق باشن. اشکال همه بی رفیقی ها که خدا پر کنه. یه حسن اولائک رفیقا، اینا رفیقای خوبی هن برای شما، اینا رفیقای خوبی هن. اگه قراره با کسی رفیق شی، نرو با ارازل و اوباش و نمیدونم چاقوکش و نمیدونم مطرب و غیرکی و اینا رفیق شی، اینا به درد رفاقت تو نمی کنن. انبیا رو ما فرستیم برای رفاقت باشیم. 124 هزار تا پیغمبر تو کیف داره تو این زیارت ها وقتی میخونه. السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله. من با اینا رفیق میشم، با اینا بزرگم. فکر کنید اثر نداره؟ ما گیج میزنیم. اگه حواست باشه به خدا حضرت آدم جلوت با استعاده بدت نگاه میکنه، جوابتون میده. نوح جوابتون میده. بعدنم تو برزخ میاد سراغت حضرت نوح، حضرت ابراهیم میاد، حضرت داوود میاد، حضرت موسی میاد، حضرت عیسی میاد. چون سرفی به زیارتشون، زیارتشون کرده میان پس میدن جواب زیارتاتو. رفیقای من صدیقین، شهدا، صالحین، من با اینا رفیقم. خدا ببین چی گوشید دهن نماز سر نماز. نمازتون این دفعه اینجوری بخونید، بخواید از خدا یه بار نماز اینجوری بخونید، چقدر شادت میکنه، چقدر غمات فراموش میشه، اصلا همه چی آبکی میشه برات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. خدا منو به راه اونا راه نمی کنه. خدا من هیچ چیزی نمیخوام از چیزی که تو راه اونا بیفتم با اونا رفاقت کنم، تو دنیا و آخرت با اونا باشم. من با اینا میخوام باشم. خدا معیت رو میخواد. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. خدا منو با شما تو دنیا و آخرت قرار بده. اینا میخواد برای ما. و خدا که برای ما رفاقت با اینا و پریدن با اینا و تو راه اینا بودن رو میخواد، ما چرا راه دیگر رو انتخاب کنیم؟ بریم در خونه کی با کی رفیق شیم؟ حیف نیست؟ شهدا، اینا رفیقای خوب. الان همه اینایی که هستن، شهدایی که هستن، رفاقت شما رو میپذیرن. برید باشون رفیق شید. صالحین، صدیقین، انبیا، اهل بیت علیهم السلام، با اینا ما شاد باشیم، با اینا عشق بکنیم، برای اینا غزل بخونیم، برای اینا ترانه بخونیم. کی میگه ما ترانه نخونیم؟ کی میگه ما شنگول نباشیم؟ کی میگه ما شاد نباشیم؟ بخون برای اینا صفا کن. طبیعتگره که نمیفهمه که این شعر قشنگی که این عزیزم برامون نوشته که با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی. خودپرستی این طبیعت گره. طبیعت گره چه نمیدونه؟ طبیعت گره فهم میکنه ماها مثلا با به وظیفمون و اینکه یه ثوابی ببریم، مثلا ما پاشید جرشون دور هم زیارت عاشورا بخونیم، که نمیدونه زیارت عاشورا ما پر از خنده است، که اون نمیدونه عشقای ما توش همش شادی و جشنه،
اون نمیدونه که ما وقتی دلمون بهانه رقص میکنه، ترانه میخواد، هوس می و مطرب میکنه، جمع میشیم دور هم یه زیارتاش رو میکنه. اون که نمیدونه ما هر وقت میخوایم برقصیم، میخوایم برقصیم، جمع میشیم دور هم دیگه رقص جمعی میکنیم و همه سینه میزنیم. چه میفهمه که با این سینه زدن چه رقص فطری داره انجام میشه، رقص ملکوتی داره انجام میشه. اونا رقصشون چجوریه؟ نمیفهمم. شما خود زیارتاش را بخورید واقعا توش غمگین میشی؟ یه نفر بگم زیارتاشون غمگین میشه. بعد ما مصیبت اهل بیت رو میخونیم و توی تمام این مسائلی که داریم میخونیم عشق است، شادی است، تخلیه است، آرامشه. تو تمام گریه هاش شادی داره، تمام گریه هاش. طبیعت گراست عزا گرفته، آخ آخ امسال چقدر بد شد، محرم اومده زده کاسکوزه نوروز خراب کرده، چیکار بکنیم حالا؟ مثلا این چه نوروزی؟ فطرت گرا اینجوری نیست. فطرت گرا سرمسته که داره محرم میاد، سرمست شاد، حزنش هم شاد. نوروز هم اگه عزیزه به خاطر اهل بیت عزیزه، از اولیای خدا فرمود نوروز برای این عزیزه که روز قدیر خم تو نوروز بوده، برای این عزیزه امیرالمومنین علیه السلام در نوروز ولایت منصور و اتفاقات خیلی مهم دیگه هم افتاد، امام صادق علیه السلام محسوب بیان فرمود. این عزیز نداره که ما نام شام بخوریم، نهار بخوریم، آجیل بخوریم، مثل بچه کوچولو لباسمون عوض کنیم و تو بزنیم کفش بپوشیم یا مثلا پاشیم بریم نفس چرونه، این که گناهه، این که اصلا معصیت خداست، این که اصلا دون شأن انسانیت ما آدم ها که نیستش. نه اصلا مهم نیست برای حالا نوروزم اینجوری شده، حالا شده شد. اگرم نبود بازم هم خواستم اشکال حال کنم دیگه، اگر از اینه کردن که محرم تو نوروز نخوریم ما چیکار میکردیم؟ کجا میبودیم نوروزمونو میگردوندیم؟ فطرتگیرها کجا میرفتن بیاسن جفه؟ کاروان کاروان صد هزار نفر صد هزار نفر بیاسن جفه؟ میاد حضرت عبدالعظیم بید مشهد نوکو تو مشهد چند صد هزار نفر نشستن اونجا نوروزشون اونجا میگذرون بود یا نبود؟ به حال با اهل بید نوروز عید و میگذروندن، وارد نوروز میشدن. حالا اومده دیگه تأکید بیشتری داره، یه جوری دیگه حال بکنه. ما خیلی بدبختیم اگه نتونیم با اهل بیت شاد باشیم و با اهل بیت بزرگ ببینیم خودمونو. هر کی احساس کوچیکی میکنه در برابر مشکلات زندگی یا در برابر دیگران احساس حقارت میکنه، این مال این استش که نمیفهمه کیو داره، نمیفهمه رفیقاش پیدا نکرده، چون خودشو پیدا نکرده. آدمی که خودشو پیدا میکنه رفیقاش هم راحت پیدا میکنه. آدمی که خودشناس هست میفهمه کی با کیو باید رفاقت بکنه، رفیقاش هم خوب میشناسه، با اونا هم عزیزه، با اونا هم خیلی بزرگه. خیلی بزرگ. یه هنرمند زحمت میکشه، ببینید هنرمندای عزیز ما رو، سالها زحمت میکشه، دستش قدرت پیدا میکنه، بعد نهایت چی رو میکشه؟ یه یا علی زیبا کشیده، یه بسم الله الرحمن الرحیم قشنگ کشیده، عشقش دیگه. من اصلا بنویسه نمیدونم دوغه نمیدونم کجا موجود است، نمیدونه خطش اینجوری حرام کن یه عکس مبتذل بکشه داره میره، تمام عشقش این هستش که از این خطش، از این مینیاتورش، از این هنر موسیقی که داره برای معشوقاش هنر صرف معشوق بکنه. مثلا هنر همینه دیگه. تنها هنری مورد قبول قرآن است که جلا دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله. این هنری که تعریف که امام از هنر میکنه،
یه آهنگ قشنگ ساخته برای اون، یه نوای موسیقی، یه ترانه قشنگ ساخته برای یکی از اهل بیت المقدس. به زبان هنرمندی، هنرمند اسپانیایی هست مثل، یا کانادایی یادم نیست که میشه، این وقتی شیعه شد، وقتی امام زمان شناخت، من خیلی با سوادی هست، خیلی هم محقق. یک کاراشو نگفت، گفت یکی از چیزایی که ساختم یه ترانه آهنگ خوب ساخته برای امام زمان با همون زبان خودشو، پخشش کرده تیکش سود میزنیم. واسه اینو به شما بگم که وقتی بگیم قدیر اعمال داره، اید داری، باید احساس ایدو بکنید و بدون اید یعنی چی؟ این سرمستی ها رو باید حالیمون باشه، نشونه گیر بده به ائمه. چرا مثلا امام حسین اینجوری رفتار کرده؟ چرا امام 10 تا زن گرفته؟ چرا نمیدونم انقدر بچه داره؟ چرا نمیدونم میشین که این حرفا کدومه؟ نفسش اینا معشوقای تو هستن، اینا رفیقای تو هستن. امام کاظم اگه بچه درست نمیشد، میخونه های الان چی میخواست بگردونه؟ یه میخونه درست کرد سپرد دست دخترش فاطمه معصومه سلام الله علیها. ببین چی کار کرد این یه دختر، ببین چی کار کرد. یه دونه درست کرد شاه چراغ، دو تا سه تا گذاشت توی شیراز، چی کار میکن؟ اگه نه درست نمی کردن بچه، ما ناراحتیم چرا کم درست کرد. اگه اینا ساقی بیشتری داشتن الان پخش بودن تو دنیا، میفروشی های بیشتری باز بود. مکان های عیاشی و کیافی بیشتری باز بود. باز ما ایرانی ها خوشبختیم الحمدلله، این حضرت عبدالعظیم برای ما گذاشتن. پسر حضرت امام کاظم علیه السلام هست، پسر امام زین العابدین هست برای ما، باز این طرف امامزاده هادی هست برای ما. شادیم الحمدلله. می فروشید سراغ داریم که بتونیم بریم اونجا بعد مستی بکنیم. قومی داریم، امام رضا علیه السلام عنایت شده به ما اینجا، لطف کردن. کاش که اینا بیشتر تولید میکردن و اینا ساقی هستن دیگه. اگه نمی کردن چه می فهمی که مثلا بشه دو دو تا چهار تا کمیشه تو مثلا چرا می دونم 37 تا بچه داشت؟ تو فکر کن هر کدوم از این بچه ها چه نقشی رو تو تاریخ ایفا کردن، چه پناهگاهی بودن. کهف الحسین، کهف الورا، پناه کهف یعنی قار، پناهگاه خلقه. امامزاده صالح رو شما تو تجریش برش دار، ببین کی میتونه بره خوش درمان میکنه. یه درمانگاست اونجا دیگه، افراد میرن خودشون درمان میکنن، میرن تخلیه بکنن خودشون، گذاشتن برای ما. به جای اون فکرها بشین فکرهای درست بکن. بعدا میبازی از این که این رفاقت رو از دست دادی. سلاطین ابدیت، سلاطین دنیا و ابدیت هست. خب با اینا نتجم کنم بحثم رو، با اینا دیگه ما نباید بگیم آقا من نمیدونم چیکار کنم، من هدف خلقت رو نمیفهمم یعنی چی، من گیجی دارم، من دوچار سردرگمی هستم، من نمیدونم زندگیمو چجوری بگردونم، زندگی بالاخره باید چجوری باشه، درس چجوری باید بخونم، درس دانشگاه رو برای چه هدفی بخونم، درس حوزه رو برای چی بخونم، کار برای چی بکنم، همه چی مشخص، برای عشق، برای حال، برای زندگی، برای لذت، همه چی مشخص است. همه چی سر خطه، همه چی میدونه مخواد چیکار بکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.